هیجان دارم، یه ریز استرس هست. پیدام کنن احتمالاً پدرم رو در بیارن دیگه. خیلی رفتار خوبی ندارن با افرادی که صحبت میکنن، خیلی من تو این جنبش خیلی چیزا رو از دست دادم، شغلم و آسایشی که داشتم، امیدم. منم واقعا چیزی واسه از دست دادن ندارم. این پیام مستقیم من به دوستانیه که درون ایران و بیرون ایران فکر میکنن این اعتراضات، این جنبش، این پوست اندازی تموم شده. دوستان، فقط شروع شده تازه. خب مرگ مهسا، اخبارش این اتفاق اواخر شهریور افتاد. بعد یادمه که شلوغ شده بود تو ایران. از همون شب یادم توی بیمارستان کسرا این اتفاق افتاده بود و دم بیمارستان کسرا توی یه گوشی داشتم نگاه میکردم، ترافیک شده بود. یه ترافیک خیلی بد و مردم شعار میدادن، بوقای ممتد و... This anger stems from the death of Mahsa Amini, a 22-year-old who was arrested by the notorious morality police in Tehran. They accused her of wearing her hijab too loosely. The security forces have released this CCTV footage of Mahsa in detention. اولین باری که فیلم مهسا رو دیدم، راستش شوکه شدم، چون که در واقع یه حجاب کاملی داشت این دختر. فکر می‌کنم همه خیلی همزاد پنداری کردن، داشتن می‌دیدن که همه می‌تونستن جای اون باشن. Suddenly, Mahsa collapses. The authorities say she had a heart condition, but eyewitnesses say she was beaten up in the police van. A few days later, she's dead. اتفاقی که برای مهسا افتاد از دو جهت خیلی برای من سمبولیک بود. یکی اینکه خب کرد بودنش، با توجه به اینکه خود منم کردم، خب یه تاثیر مضاعفی رو من گذاشت. خیلی احساس نزدیکی بیشتری بهش داشتم با توجه به از یه ریشه اومدنمون. و اینکه معنای اسمش، که معنای اسم دومش که ژیناس به معنی زندگی، خیلی حس عجیبی بهم میداد واسه زندگی یک آدم که یه زندگی کوتاه داشت ولی یه جنبش رو زنده کرد. من بدونم ژیناس شهیده، ژیناس شهیده، تمامی جوان کرد، ژیناس رنگای آزادی باز کرد با من. میدونستم که این جریان منتج به یه جریان بزرگ خواهد شد و بعد منتظرش بودم. Women, life, freedom. The words chanted by Kurdish protesters after the death of Mahsa Jina Amini struck a chord. مرگ مهسا مثل اون زامن نارنجک میمونه. Massive protests have erupted in Iran after 22-year-old Mahsa Amini died. Protesters, many of whom are women, are taking to the streets across the country in rare displays of defiance.
لحظه ای بود که گفتم اوکی من باید توش باشم، الان دیگه وقتشه، هر کاری که از دستم برمیاد منم باید انجام بدم. اول که اگر که با ماشین میرفتیم که با بوق زدن شروع شد، با ترافیک درست کردن، با ازدحام و شلوغی با اینا شروع شد، بعد شعار دادن و چهارراه رو بستیم، مردم سطل آشغالا رو آوردیم وسط خیابون. در این حد خشمم رو سعی میکنم که اون شکلی کنترلش کنم، ولی همین که تو میری بیرون کف خیابون، ناخودآگاه میتونی که اون حجم از خشم تو کف خیابون واقعا نمایش واقعی کف خیابونه. مثلا همه رو رفتم و اون رو سری سوزوندن ها همه مثلا آتیش روشن کرده بودن وسط خیابون، همه دخترها، هیچ کی رو سری سرش نبود. Women in Iran set their headscarves on fire in fury. In these numbers, taking off their hijabs or head coverings, it's unlike anything we've seen before. Women have been at the forefront of this movement. In fact, many women in Iran are protesting by also cutting off their hair. They are just saying, enough is enough. نمادی شد که میخواد به جهان بفهمونه که این تن منه. حکومت به من میگه چی بخور، اینکه چی بپوش، چی بخون، چه کار بکن، همه اینا از این تنه. اینا که تن را که پس بگیریم، وطن را پس گرفته ایم. این حادثه‌ای که پیش آمد، دختر جوانی درگذشت، خب حادثه تلخی بود، دل ما هم سوخت، ولی واکنش به این حادثه بدون اینکه تحقیقی شده باشه، بدون اینکه هیچ گونه امر مسلمی وجود داشته باشه، این نبود که عده‌ای بیان خیابون رو ناامن کنن، ناامنی رو برای مردم به وجود بیارن، امنیت رو به هم بزنن. واکنش حکومت افتضاح ترین واکنشی بود که میتونست نشون بده، یعنی گردن به هیچ عنوان نگرفت این اتفاق رو و هر روز هم یه دروغ دیگه اضافه میکرد به دروغ قبلی. کسافت. به جایی مثلا آروم کردن من، به جایی که مثلا بیان عذرخواهی کنن این حرفا، داشت پله پله این ماجرا شدیدتر میشد. همون اوایل دو سه روز بعد از اون نیکا کشته شد. بعد حدیث بود، نشد این دل ما یه بار نفوذ بد نزنه، بعد رفتن دیگه خبری نیست. بعد دو روز بعدش یا یه روز بعدش دختره که اسمش سارینا اسماعیل زاده، اون کشته شد که اونم گفتن خودکشی کرد. این
اینجوری اتفاق پشت اتفاق دوزه چیز مردم و خشم مردم رو داشت میبرد بالا. خیلی دوزه شعارا شدید شد. شب همون روز تمام اخبار قبلش مرگ بر خامنه ای و اینجور چیزا که اصلا شنیده نمیشد. Protests have now spread to up to 80 cities across the country. شاید اصلا اگه این انقلاب زنانه نبود من نمی رفتم توش. خیلی عصبانی شدیم و با 10 نفر 12 نفر از دوستامون خیلی جدی اینجوری بودیم که آقا ما تما تک به تک هر روزی که بود هر جایی که بود میریم، یکیمون تیر میخورد، یکیمون ضرب و شتم میشد، یکی از دوستامون رو گرفتن، یکی از دوستامون زندانی شد و اصلا کلن یک آدم دیگه ای برگشت بیرون. دیدیم که احتمالاً باید یه کوچولو یه کاری بکنیم که آسیب کمتری ببینیم. ببینید اون دفعه‌ای که تلویزیون صدا سیما هک شد به شدت یک اتفاق لژندری بود تو اتفاقات اخیری که افتاد. دوستان ما که The Iranian state broadcaster's evening news was suddenly interrupted. On screen, revolutionary slogans accuse Khamenei of having blood on his hands. They run for several seconds, alongside pictures of four young women who've died as protests sweep the nation. It was too damn inspiring. I actually decided to start hacking things I can. خودم رو یه هفته بستم تو اتاق با سیگار و قهوه فقط زنده بودم. اصرار داشتن که دانشجو باشه سر کلاس و دانشجویی که نمی اومدن روزای فراخوان سر کلاس ها به مشکل می خوردن و تو دردسر می افتادن حسابی. من سایت دانشگاهمون رو هک کردم و کلن این دیتابیسی که در مورد حضور و غیاب بچه ها بود رو از دسترس خارج کردم. یه جنگمون تو خیابونه، یه جنگمون تو اینترنت. تظاهرات رو بودم، کتک خوردم، باتوم خوردم، گاز اشکاور خوردم، یه جایی به حالت قش افتادم، شعار طراحی کردم، شعار نوشتم، بسیاری از شبها اگه نگم هر شب گرافیتی کار کردم. نشسته بودم پشت کامپیوتر به شعار فکر میکردم، یه چیزی لابلاش طراحی میکردم، همین راجع به انقلاب. بغل من کلی چیزای پرینتی همین آشنا داشتیم، پرینت کرده بودیم و پرینت هایی که بشه بچسبونی به در و دیوار، نمیدونم 500 تا 1000 تا. صدای در اومد، 2 تا صدای در اومد، همینجوری صدای در پشت سر هم، صدای در، صدای در. کپ کردم چیکار کنم، کاغذا رو همه رو جمع کردم، همه رو جمع کردم، برداشتم بردم انداختم تو چیز توالت، آتیششون زدم. تو شرایطی بودم هر لحظه حتی صدای مگش هم میشنم فیلم کردم اومدم منو بگیرن، تو ترس دیگه، حالا بیان بگیرن نیان بگیرن، سایه هم ببینی میترسی.
تو اون شرایط سوء زنت بیشتر میشه، پارانویدت بیشتر میشه، بدبینیت دیگه از همه میترسی. The Iranian authorities say that 1,000 people have been charged in Tehran over the anti-government protest. And the police have moved in with clubs and sticks and live ammunition. تیر جنگی زدن، تو صدای اینو میشنیدی و اصلا دگرگون میشی تو اونجا. توی این دفعاتی که خب رفتیم دیدیم که چه اتفاقایی میفته، ولی مثلا چه میدونم باند برداشتم، چسب زخم برداشتم، الکل برداشتم، مثلا گفته بودن اگر که گازشگاور مثلا بخوره باید سرکه باشه، نمیدونم. اون روز که پسری توی فاصله شاید 10-15 متری من تیر خورد اینجاش، حالا جسم خارجی از تن کسی خارج نکردم ولی دیدم، میدونم به چه شکله. اشک میریختم و اینو تونستم از کتفش خارج کنم، از اینجاش. یادگاری نگهش داشتم، یادگاری تلخیه، اتفاق خوبی بود، تونستم به یه آدمی کمک کنم. و به نظرم این جنبش هزینه‌های زیادی داشت و بیشترین رنجم تو این جنبش زن‌ها کشیدن. خواهرم یه روز صبح که مثل روزهای عادی رفتن سر کار، من خونه بودم، تلفن به من زنگ شد، زنگ زده شدش که آروم باشم، استرس نداشته باشم، خواهرتو دستگیر کردن. دیگه اینو که گفت من دیگه دلم هزار جا دیگه تو ذهنم اومد که ممکنه دیگه هیچ وقت نبینمش. شاید بانک بود. بعد قاطی شده بود با اونایی که اون روز اعدام شدن. تو ذهنم تجسم میکردم الان اگر مثلا بخوام بهش تجاوز کنه. فکر کن دو ماه نتونی اصلا صحبت بکنی، حتی غذا بخوری، نور نبینی، نور آفتاب سلولشون بسته. بعد از دو ماه که از زندان اومد بیرون زیاد با مام صحبت نمیکرد، خیلی فاصله از همون گرفته بود دیگه. احساس میکردم اون خواهر شوخ‌طبع و شادی که قبلا بود دیگه نیست، خیلی تغییر کرده بود. همه فاصله گرفتن ازش، این چرا آزاد شد، این جاسوس خودشونه، حواستون باشه. خیلی تنها بود. دیدم سگا باق باق میکنن، مخصوصا سگ خودش اومد جلو، این کار میکنه یک کاری کنم. احساس کردم یه اتفاقی افتاد، اومدم دیدم تو اتاقش همینجور ولو افتاده رو زمین، به زور داره نفس میکشه، کفش دهنش اومده بود بالا و
فقط تا جایی که میتونستم جیغ میزدم، همسایی ها ریختن تو حیات. مثل یه جسد شده بود. حتی به هوش که اومد گفتش که میذاشتی من میموندم. The government answered to our basic questions of life with gunfire, with Nova gases, with imprisoning the innocent. روش‌های سرکوب حکومت. اولاً که یه تعداد زیادی آدمو دستگیر کرد. کلی کشت و هزاران نفر رو دستگیر کرد و فلان کرد. فضای رو بود، همش بین ماشینا رو موتورا میچرخیدن. نظام نمیتونه بپذیره اون قشر، اون لایه اونجوری مذهبی و سفت، و نمیتونه بپذیره زنا جلو باشن. جمهوری اسلامی چیکار میکنه تو دستگیری ها؟ هی مردا رو اعدام میکنه. من این بودم که رژیم انتقام این قضیه رو میگیره که گرفت. یکی از بدتریناش، یکیش که کمتر، حالا اون لحظه بود که اولین کسی که اعدام کردن محسن شکاری. فقط 23 سالش بود و اون لحظه اصلا احساسمو نمیتونم بیان کنم. خیلی حالم اصلا باورم نمیشد که یکی رو به خاطر اعتراضش به حکومت اعدام کردن. چیزی نمیخواست جز آزادی. که مامانش اومد بیرون یه داد زد محسن. این خیلی حاله من رو بدکنه. توی بعضی وقتا توی گوشم میپیچه صداش. یه پسری بود فکر کنم 20 ساله به نام مجید رضا رهنورد. من اصلا نمیدونم واقعا چی بگم. احساساتی شدم. تو خیابون گرفته بودنشون. بعد این موجود تلویزیون میخواست باهاش مصاحبه کنه، بگه لحظه آخر چیزی نمیخوای بگی و اینا. و میگه چرا، یه وصیتی دارم به مردم که به خانوادم که سر قبر من عزاداری نکنید. دوست ندارم گریه کنن سر مزار. از دوست نداری قرآن بخونن، دوست نداری برات نماز بخونن، دیگه نماز نخونن. درست. شادی کنن. آهنگ شاد پخش. وای چه لحظه تاریخی. یه نفر مثلا قبل از شهادتش، قبل از اون لحظه میاد یه نه تاریخی به یه تاریخ بزرگ میگه، به مذهب میگه. از اینکه حکم داده شد، حکم خیلی زود داده شد در واقع، دیگه خیلی خیابون نمیمونن. منم فکر میکنم شد یکی دو بار بعد از اون رفته باشه. مثلا داون شد قشنگ اون هیجان و چیزی که مردم نسبت به بیرون اومدن از خونه و تغییر رژیم داشتن. یادم اون اواسط شاید مثلا یه ماه دو ماه از جنبش گذشته بود، احساس کردم باید برم پشت بند شعار بدم. فیلمش هم دارم. مرگ بر خامنه‌ای. همین که شروع کردم اولین شعار رو دادم، چند ثانیه بعدش یهو دیدم تو تراس همه یکی یکی اومدن. آخه احساساتی شدم. یهو از نزدیک و از دور تا نیم ساعت همینجوری شعار بود که شنیده میشه.
بعضی ها فکر میکنن انقلاب تموم شده، خیابون خلوت شده، ولی من اینطوری فکر نمیکنم. تو زندگی من نخوابیده. حجاب برداشتن شده بزرگترین نماد این انقلاب. این که میبینی حکومت دیگه از ما ترسیده. الان ما از حکومت نمیترسیم. قوی تر شدیم. مثلا که من الان وقتی دارم شالمو سر نمی کنم، تابستون بشه ممکنه تاب تنم کنم، ممکنه تیشرت تنم کنم. این یه شورش بزرگه، به بزرگترین چیزی که هزاران سال رومسای انداخته، مذهب. خیلی وسیع‌تر از اینه که تقلیلش بدیم به یه انقلاب. از این انقلاب زیاد داشتیم، هیچی عوض نمیشه. یه اتفاق عجیب دیگه هم افتاد. یه دفعه نگاه مرد ایرانی به زن عوض شد. الان هر زنی، هر دختری که داره تو خیابون بدون حجاب را میره، یه انقلابه، یه قیامه، یه انقلاب و قیام زنده است که داره جلوت را میره. کی هست که مثلا تو این چند ماه تو ایران تغییر نکرده باشه؟ جامعه همونو شناختیم، خودمونو بیشتر از همه شناختیم که به غیر از خودمون، من، خواهرم و مامانم هیچ کسو نداریم و بر رو پای خودمون قوی تر از همیشه بایستیم. بعد از این داستانا خب من دیگه اصلا حجاب نمی کنم. قبلش هم حجاب نداشتم ولی الان به مطلق حجاب سرم نمی کنم. غیر از اون، همون که گفتم که مردم واقعا نسبت به بی حجاب بودن خیلی چیز شدن، ریلکس تر برخورد می کنن. ولی سخته، راه خیلی خیلی سختیه، به خاطر اینکه تو درسته که تو انقلابی ولی باید زندگی تو داشته باشی. ولی مسیر درستیه. ماها به هیچ عنوان افرادی که 6 ماه پیش بودیم نیستیم، حتی شبیه بهش هم نیستیم، حتی یادمون هم نیست که چی بودیم قبل از اینکه مهسا فوت کنه. ماها کاملا یک سری افراد دیگری هستیم. 80 میلیون نفر آدم عوض شدن. The one thing that I deeply believe and I'm so sure about is that we are not going back. مطمئن باش که تهش این آزادیه، اون ایران ایدئال و رویایی ما هستش، اون آزادیه رو به دست میاریم. مطمئن باش یه روزی، چه من باشم چه نباشم، اون رقص آزادی رو ما داریم.